عزیزان وقت شما بخیر. امروز ما در جای بسیار جالب افغانستان آمدیم، در ولسوالی تاشقرغان و همین که اینجا محصول هستم، اینجا را بلند تنگی تاشقرغان میگن که بسیار یک جای مقبول تاریخی و زیبا هست. کوههای بسیار بلند مقبول و کمی شمال هم هست، شمالش خیلی خوشایند است و میخواییم که امروز زیبایی های تاشقرغان را بعد تصویر بکشیم، پس ما را همراهی بکنید. به به، چی یک دریای مقبول روشن و چی یک هوای مقبول است. اینجا وقتی یک تنگی تاشقرغان داخل میشی و این کوههای بلند میبینی و این سرک هم میبینی و این دریای صاف میبینی، واقعا دل تمام باغ باغ میشه و میخوای که اینجا باشی و فقط تماشا بکنی. واقعا من بسیار خوشحال هستم و یک احساس بسیار خوشی دارم و این دریا را که میبینیم، این کوههای بلند و آسمان صاف و واقعا شکرگزار میشم به زندگی ما. و دوستای عزیز، هر چقدر که جگرخون باشی یا کدام مشکل از زندگی خود داشته باشی، اینا من از دل میگم، وقتی در این تو جای طبیعی بیایی و این جای مقبول ببینی، همه چیز فراموش میشه. این مقبولی زیبایی را ببینی، همه چیز فراموش میشه. کم تلویف تو. خب من میخوام برم طرف بالا و ببینم که در تنگی تاشقرغان دیگه چه چیزای زیبا هست. من همراهی بکنید. در تنگی تاشقرغان دکانه بسیار زیاد است و وقتی که هموطنان ما اجازه میگذارن، حتما به دکانه میان و یکم سوغاتی ها به دوستا و فامیلشان میخرن و میبرن. ما هم میخوایم بریم طرف یک از دکاندارای اینجا است و میخوایم ببینیم که سوغاتی تاشقرغان چی چیزا است. چقدر وقت از خود دکان داریم؟ ما تقریبا امام 18 سال میشه. 18 سال میشه و خنوش جوان در یک جای مقبول در طبیعت آزاد دکان داری. هیچ پیر نمیشه. خیلی خوب. هموطنان ما که میاین به اینجا از چه چیزا زیاد میگیرن؟ سوغات میبرن به دوستایشان؟ مزار شریف که معلومه کابل میبرن، در اینجا گفتن که انجیر میبرن، حلوای کنجد میگیرن، خردل خشک میگیرن. این چیزای طبیعی، حلوای پشمک میگیرن، این چیزایی که قروض زیادتر میگیرن. قروض؟ این پتای خشتی هست. خب. میتونی بیاده ایزوانی سکاره کنیم بخوریم. قروض هم هست. های بیمین، تشکر. ولی این هم قروض هست. قروض خود تنگی تاشقرغان هست؟ بله. قروض هم آدم زیادگه این نانای روغنی هست. نان روغنی. بچ، خیلی کلان هست. این نانا بله هم رخانه بود. شکر کنم. من خیال رود کرده بودم اول آمده بودم. این نانی رود الان. این نان است نیم؟ بله، این نانای روغنی هست که شیر روغن و تخم شده هایی که شیر روغن؟ بله. آها، این را دیگر حتما مادران عزیز مدخانه پخته میکنن؟ بله، مدخانه بخته میکنن. با خدا مدام برم تقلی نان کلان نیده بودم. حدی که کلان شما خب، از این کلام؟ بغل جای نشه، بله. چیکونه مورد در بغل جای نشه؟ بله، کابل یکان تا فرمایش میتن، چیز که ما در فرمایش هم جور میتونیم. بسیار جالب است، ببینید که این بادام هم داره داخلش و این چی هست همین یادم رفتم؟ این سیادانه هست. سیادانه هست، سیادانه هست که اینجا درش پا شدن بسیارم تو کلان و هیچ خب مقبول در جام تو منظم. خوبش هست. چند دست دندان؟ یا دانش صدر بس قیمتی صدر پا؟ بله بله خورده شد 50 رو بس بسیار خوب تشکر. واقعا دکان تا امسا دکان همتون مقبول زیبا خور همیشه خوراکی شما میخواین سوغاتی ببرین از جا میتونین بخرین. تشکر بسیار زیاد، سلامت باشین، خیلی ببینین اینجور باشین، سلامت باشین. تشکر. پلی است که در وقت روسا بودن این پل جور کرده بودن و اونجا هم پوسته است که را بود باش میکردن در مو زمان ها. و ما میخوایم برم طرف چشمه که دریای تاشقرغان از اون چشمه سر چشمه گرفته، پس میریم به طرف چشمه و بیاین با ما. خدا را شکر دوستان عزیز، من هم رسیدم به چشمه و ببینید که چه یک آب صاف زیبا هست. میخوایم برم داخل چشمه که راه یکمه که دور بود بسیار تدرمی زیاد کردم. بسم الله. سلام سلام. باش که ما نادیده هستیم چشمه، نادیدیم کم از بیفتیم میخیم. ما هم رسیدم و اول قدر
صاف است که دلم نمیشه که برای بوتای خود برم بوتای میکشم به خاطر که آب بسیار همون تو پاک است شفاف آب زلاله. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب بخیر؟ تشکر، خوب هستین؟ سلامت باشین. نامتون؟ نام عبیدالله. عبیدالله قلندری. عبیدالله قلندری بشک، من گفتم تو قلندری آب بازی میکنی. او بسیار خوب. عبیدالله نام چشمه چی است؟ من از خلوای درام چشمه حیات است که ورسوال خون تمام میشه از نیجاو میخورد. چشمه حیات؟ بله چشمه حیات است، مربوطی ورسوال خون میشه این منطقه بین سایگانچی و سایاد است این چشمه. همیشه مردم خلم نمی آویش است، همی آو است که مردم خلم آباتی و زندگی و باقش است، از همی جا بیاری میکنم. واقعاً بله هم بسیار کلان است و چشم از گرخ بسیار چکر بود، بسیار کلان بود، حتی مردم ها را اینجا غرق میکرد. اوه حال حاضری را همی رقم نکندند، همی حالت قرار را بایدی کنده شد و حکومت باید یک متوجه شد که باید چشم تمام زندگی مردم خلم است. بله واقعا ما شکر خدا را به جا میکنیم به چنین زیبایی هایی که ما در کشور داریم. ببین دوستای عزیز کوها را و ببینین این چشمه صاف را ببینین. این چشمه از کجا میره؟ همه قشان بگو باز من میرم بخریم اون طرف. از این کومه؟ بله از این کومه. آه این شاید از بند امیر داره. آها یا شاید از منطقی بند امیر همی طرف داره کو با کو. زنده باشی، تشکر. شما از آن لذت ببرین از چشمه، من میرم اون طرف ببینیم که دیگه چه چیزها هست اینجا. ما آمدیم در یک باغ بسیار مقبول زیبا که در منطقه تاشخورغان است و این باغ به نام باغ جهان نما میگن که باغ خیلی تاریخی کشور ما هست و بسیار مقبول و کلان هست و درخت های خیلی بلند مقبول داره و یک عوض بسیار کلان و یک قصر بسیار زیبا مقبول. میخوایم برم داخل قصر و صحبت داشته باشم و یکی از هموطنان ما که در اونجا هست معلومات بیشتر درباره این باغ بر ما و شما بده. پس مرا همراهی بکنید دوست. خب دوستای عزیز، ما آمدیم در دان دروازه قصر هستم و اینجا همراه معلم نصیر جان است که در اینجا می باشن و بعضی وقتا معلومات خوب هم درباره قصر برای ما شما می خواهند بتن. سلام شما، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین، بخیرتان، خوش آمدین به شهر باستانی خلم ولایت بلخ. بله. سال خوش آمدین تاشخورغان، یک شهر باستانی بسیار سابق است که تقریبا 600 سال قدمت تاریخی می داشته باشه. این آثار باغ جهان نما از زمان امیر عبدالرحمن خان تقریبا 138 سال میشه. 138 سال از این قصر باغ میشه. چیزی کم یکونیم قرن میشه. یکونیم قرن میشه. اینم به شما میدم داخل. و تا حالا واقعا مقبول ماندنی و قدر خراب نشده. اینجا دیگه چیزات آمدی را ترمیمانش جور کرد دیگه. اینو ما شما میدیم. بله. داخل میدارم. این میز استقبالیش هست. چقدر قدیمی مقبول واقعا. معلومات میگیرن که این داخل باتونشین در کجا. بس ها میدارم یه جای معلومات هم بگیم. بله هم بله معلومات هست. جو میز معلومات. خب اینو ما شما میدیم به طرف بالا. آه. بله بله زنای چی میگنم تو قدیمی چوبی که چقدر ارمان داشته مده زنا. بله این اتاقا برای میمان و شده عسکرهای شده اتاقای نشیمند بودم. اتاقای نشیمند بودم. یک بار ببینیم استاد نصیر. آی چقدر مقبول است. ای چی هستی؟ این اتاقا بخاری برای گرم. بخاری گرم کن است. آه چقدر جالب بخاری. این دم تاوخانه میگیم در حساب ما شما تاوخانه میگیم. بله بله. چقدر مقبول است واقعا. اینجا دیگه اتاق است. چقدر دروازه که مقبول داره نی؟ اما تو مناسب قد که نه قد در دروازه بخور نه که کوتاه مثلا مقبول. تاریخی است. آثار تاریخی است همیشه. فکر میکنم این بخاری است. بله اینجا بخاری است. اینجا به خاطر گرم شدن چوب در میتن دو دواش از دکان دیوال بالا میتنن یک بخاری اون طرف هم میبرن. پشمان ببینیم اینجا سراخ داره بالا میتنن. دو دو بخارش از بالا که رسیده میره. بسیار. هوا که زده به طرف میبره. آه. اون او طرف هم که میبینه عین شکل. او هم دو دانه استم. دو دانه است. یکی دورخ یکی دورخ مثل بخاری است. بخاریشون است دیگه. چوب میمونن در میتن دو بالا برامونه خسته میره. دو
دوستا جای باستانی قصر دیدم و بعد از کتابخانه شم دیدن کردم، واقعا که لذت بردم. واقعا یک قصر بسیار جالب دیدنی بود و من هم خیلی خوشحال شدم که معلومات بیشتر از معرفت شما کسب کردم و دوستا هم. خب آره، به ما با کجا میریم؟ اول بس میریم شما طرف باغ میریم. آه باغ بیشک. او رک نبینیم باز نمیشه میگنی؟ درخت شکوفا هم هست؟ خیلی خوب. میترا جان دیگه اینین هم ما شما آمدیم فعلا در باغ که به نام باغ جهانما مشهور است. این تقریبا در حدود یک 80 جریب زمین میه با شمول قصرش و حوضش و دیگه ساعت چهارباغ های از اینجا. چون باغ شما اگر گشت و گذار کنید فعلا در حالتی بسیار خاره و خراب است و همچنان دیوار سمت شرقی و سمت شمالیش خراب است. ما از این تریبون شما ایتو از وزارت اطلاعات و فرهنگ این خواهش هم میکنیم که در اینجا یک نظری بسیار خوبی را باید داشته باشن، یکان سرمایه گذاری کنن، یکان آبادانی و یکان اعمار مجدد شود. مثل که ما چند تا این قسم باغ جانما و قصر در افغانستان داریم، یک تا یا دو تا یا سه تا. این همپا و مدر باغ بابور است. این در سمت شمال یکانه جای باغ عمومی ما همینجا را داریم. بله، سلامت. تمام امکانات داره. تشکر از همکتون، سلامت باشیم. تشکر از شما، سلامت. باغ و طبیعت زیبای این قصر واقعا که عالی است. بله، خب دوستا، این بود معلومات ما در ارتباط با قصر و باغ جهان ما که معلومات خیلی خوب کسب کردیم و به شما دوستا هم معلومات دادیم و واقعا که قصر خیلی زیبا و مقبول. و این بود برنامه ما برای شما. تشکر از همراهیتون. هر کجایی که هستین خدا نگهدارتان تا دیدار بعد.